برنامه بدون حضور و حمایت اسپانسرها اصلا نمیتونست برپا بشه. اما الان با آقای حسین طباطبایی هستیم که اصولا فکر کنم دیگه همه شما عزیزان بشناسینشون توی کار وام و این جور چیزا و سرمایه گذاری، فکر کنم درست دارم میگم؟ درسته؟ شما خوب هستین؟ خودتون معرفی میکنین؟ ممنونم. من حسین طباطبایی هستم، مورگیج بروکر هستم، کار وام مسکن انجام میدم. انواع وام ها، وام تجاری، وام ساخت و ساز، وام مسکونی و غیره. اوکی، الان خب چون خودتون رو معرفی کردیم بهتر اینه که اول سوال دوم هم اول بپرسم. سوالم اینه که چه توصیه دارید برای کسایی که میخوان وام بگیرن یا کمپانی شما چه پوینت هایی داره؟ یه توضیح بدین که شرایطش چجوریه؟ والا گرفتن وام برای مشتری‌ها مستلزم چند تا فاکتور متفاوته. یکی قیمت خریدشونه، یکی میزان پیش پرداختی که میخوان بله. بذارن، وضعیت کردیتشونه و فکر از همه مهمتر بله. و درآمدشون. مجموعه این چند تا فاکتور میتونه تعیین بکنه که این مشتری‌ها چقدر میتونن خرید بکنن، ریتی که بهشون تعلق میگیره چیه و و و و. درسته، خیلی ممنون که توضیح دادین. ولی سوالیو که دارم که یعنی اصلا به خاطر همونم بیشتر اینجا حضور داره اینه که خب ما الان یه مسابقه داریم به اسم پرژن بیوتی بله. بعد از چندین سال برگزار شده، یعنی یه چیز در واقع حمایت از خانوما، حمایت از بله. دخترای جوان. خب ما همچین مسابقه هایی نداشتیم هیچ وقت و نمیتونستیم هم داشته باشیم. میخوام ببینم دلیل اسپانسری شما چی بوده برای این مسابقه؟ حقیقتش وقتی آقایون برگزار کننده ها پیشنهاد دادن، خب من احساس کردم که با حمایت این موضوع به چند تا هدف میرسیم. چه هدفی؟ یکی این که به هر حال این پرژن بیوتی برای اولین بار برگزار میشه. بله. جامعه ایرانی هم جامعه جدیدی است در کانادا به نسبت در مقایسه با ایتالیایی ها، یونانی ها، اونا همه بیش از 100 سال اینجا. بله. و چینی ها حتی ما قدیمی ترینمون فکر کنم اینجا بیش از 40 سال دیگه نباشه. دقیقا. یعنی 40 سال ایرانی ها شروع کردن به اومدن به کانادا. خب اخیران هم که خب موجش بیشتر شد. بحث این است که شما اگر نتونید کامیونیتی خودتون رو بشناسونید به این کشور، نمیتونید توش ادغام بشید. اینجور مراسمی هست که ما میتونیم بشناسونیم جامعه خودمونو و از مزایای این کشور چند ملیتی استفاده بکنیم. بحث این هست که بشناسنمون، مجدداً میگم ادغام بشیم تو اینا، بشیم یه پارتی از این مسئله، اقلیت نباشیم. پس ایشون یعنی در واقع شما هدف خیلی بزرگی برای اسپانسری اینجا داشته، اینکه بخواین از جوونا، از خانوما، از کلن کامیونیتی ایرانی حمایت بکنید. بحث خانوم ها هم که خب بحثیست که نوز میخوام ما این رو داریم همیشه. خیلی ها به دلیل اینکه ما تو اون منطقه خاورمیانه هستیم، ما رو با خیلی از کشورهای همجوارمون مقایسه میکنن. بل. من داشتم با همکاره که خارجی هم کار میکردیم و من گفتم خانمای شما یا میتونن درس بخونن یا رانندگی بکنن. من بهشون گفتم 70% دانشجوهای ما در ایران از خانوم ها تشکیل میشه. بله متوجه. و اخیراً یه آماری هم اینجا درآورده بود این که از دوستان که هاسهولدایی که توی ایرانیه که در کانادا هستن 70% درآمدشون تکیه بر خانوم ها داره. خانم ها ببینید چه نقش مهمیه. بنابراین این بحث، این موضوع باعث خواهد شد که بدونن بقیه هم، حتی کشوری این کانادا که چند ملیتی توش نژاد پرستی اینا به اون صورت واقعا وجود نداره. بله. ولی خیلی ها نمیدونن، اطلاع ندارن. یا خانم های شما میتونن رانندگی بکنن؟ نمیدونن ما 2000 سال پیش پادشاه زن داشتیم. بله. یعنی خانم ها پادشاهی میگرن. anyway اینا یه فاکتورهاییه که به هر حال شخص بنده علاقمند بودم که اسپانسر بشم برای این داستان و بتونیم انشالله نتیجه خوبی رو ببینیم. بله معرفی بکنیم و خانمای جوانم به هر حال حمایت بشن. بله خیلی ممنون از شما که این برنامه رو ساپورت میکنیم و حمایت میکنیم. امیدواریم که سالهای آینده هم شما رو تو این برنامه ببینیم. امید خدا و امید خدا اگه امید باشه قطعا در خدمت. ممنونم. خیلی ممنونم.